سلام دوستان، دقت بفرمایید. در این قسمت در رابطه با اسی میخوام صحبت کنم. اسی در واقع تسک 2 یا همون سوال دوم از قسمت رایتینگ آزمون آیلتس هست که در واقع به صورت یک انشا هست، یعنی یک موضوع به ما داده میشه و نظر ما در مورد اون موضوع خواسته میشه و معمولا سوال به دو صورت هست، یا به این صورت هست که به ما در واقع یک نقطه نظر داده میشه و نظر ما رو میخوان و از ما در واقع خواسته میشه که بیان کنیم که آیا موافق هستیم یا مخالف هستیم با اون نظر، و یا اینکه دو تا نقطه نظر رو ما میبینیم توی سوال که مثلا بعضیا به این صورت اعتقاد دارن مثلا راجع به مسافرت، بعضی دیگه به این صورت. در مورد هر دو موضوع بحث کنید، یعنی ما باید هر دو نقطه نظر رو مورد بحث قرار بدیم و در نهایت نظر شخصی خودمون رو بیان کنیم. خب ببینید دوستان، در اینجا ساختار کلی یک اسی رو میتونیم ببینید. ساختار کلی یک اسی در واقع شامل سه قسمت هست. قسمت اول اینترودکشن هست دوستان. اینترودکشن همون در واقع مقدمه هست. خب ما در هر مقاله، در هر نوشته مشخصا یک مقدمه یا یک اینترودکشن داریم و در اون اینترودکشن باید یه سری در واقع کلیات راجع به اون موضوع رو بیان بکنیم. اما قسمت بعد قسمت بادی پاراگراف هست که حالا گفتیم بادی پاراگراف یک و بادی پاراگراف دو. خب بادی پاراگراف دوستان همون در واقع بدنه اصلی نوشته ما هست که در اون نقطه نظرها رو نقطه نظرمون رو بیان میکنیم، نظرمون رو میگیم و راجبش بحث میکنیم، دلیل میاریم، مثال میزنیم، میشه بادی پاراگراف. حالا دوستان دقت کنید، به هیچ عنوان هیچ محدودیتی وجود نداره. بادی پاراگراف میتونه، شما اصلا میتونید 10 تا بادی پاراگراف بنویسید. اصلا به این صورت نیست که 2 تا بادی پاراگراف، 3 تا، نه اصلا همچین چیزی وجود نداره و تعداد بادی پاراگراف ها دوستان به هیچ عنوان تعیین کننده نیست، بلکه اون چه که تعیین کننده هست دوستان فقط و فقط این است که شما چقدر خوب بنویسید، چقدر دقیق بنویسید، این هست که تعیین کننده است. و در نهایت دوستان کانکلوژن هست. کانکلوژن در واقع همون نتیجه گیری است، یعنی ما اون چه که در بادی پاراگراف ها آوردیم، اون نظرات و مثال ها و دلایل رو به صورت خیلی خلاصه در مثلا 20 تا 30 تا کلمه توی کانکلوژن بیان میکنیم. خب اما دوستان دقت بفرمایید، اسی در واقع همون خود اسی اصلا به معنی نوشته و مقاله هست دوستان. اسی نمره اسی دوستان در واقع دو برابر تسک وان هست، یعنی دو برابر حالا توی آزمون جنرال نامه یا در آزمون اکادمیک گراف هست. بنابراین و دوستان وقتش هم دو برابره، یعنی میدونید که برای نوشتن نامه یا برای نوشتن اون تفسیر گراف 20 دقیقه وقت دارید، داره برای اسی 40 دقیقه وقت دارید. همینطور برای تسک وان که همون حالا نامه یا گراف هست شما 150 کلمه حداقل باید بنویسید، اما برای اسی شما باید حداقل 250 کلمه بنویسید. اینا تفاوتایی که وجود داره. بنابراین دوستان خیلی دقت کنید در نوشتن اسی. خیلی مهمه که شما مرتبط بنویسید دوستان. هیچ وقت آف تاپیک یعنی خارج از موضوع سعی کنید ننویسید. اون چیزی که پاسخ میدید باید در جهت پاسخ به سوال باشه. حالا بریم سراغ این که هر کدوم از قسمت‌ها رو چطور باید بنویسیم. اولین نکته که باید بگم دوستان اینه که در نوشتن اسی هیچ فرمول کلی وجود نداره، یعنی اصلا هیچ وقت فکر نکنید که این بله این مثلا فرمول کلی هست و اگه غیر از این بنویسیم اشتباه است. نه، به هیچ عنوان اینجوری فکر نکنید عزیزان. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمیکنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.